با سلام و با تشکر از دستندرکاران سیمای آزادی که این برنامه رو ترتیب دادن که من بتونم بخشی و لحظاتی از پیوستنم به سازمان رو بگم. و قبل از هر چیز 60 سال تولد سازمان رو به همه مجاهدین و به خلق قهرمان تبریک میگم و درود بر بنیانگذاران. من راهنمایی بودم که سازمان مجاهدین آشنا شدم. یک روز نشریه مجاهد به دستم رسید. زندگی نامه مجاهد شهید مهدی رضایی رو خوندم. خیلی انگیزاننده بود. و بعد هم زندگی نامه مجاهد خلق فاطمه امینی رو خوندم که در بازجویی اسمش مجاهد خلق و محل سکونتش رو نزد خلق خوند. این برام فوق‌العاده انگیزاننده بود و تصمیم گرفتم که مجاهد بشم. نزد یکی از نزدیکترین دوستانم که مجاهد بود رفتم و بهش مراجعه کردم، گفتم که میخوام مجاهد بشم، چی کار باید بکنم؟ گفت که مجاهد شدن انتخاب داره، باید انتخابتو کردی؟ گفتم بله، من انتخابم کردم. و گفت که مجاهد شدن یعنی شکنجه، زندانی و بعدش هم شهادت، ولی من چون انتخاب کرده بودم گفتم بله، همه اینا را قبول دارم. سال 64 زندگی مخفی داشتم. یک روز به روزنامه فروشی مراجعه کردم و یک روزنامه رو خریدم. دیدم که رژیم در روزنامه از انقلاب ایدئولوژیک کل اراجیف نوشته. احساس کردم که اتفاق بزرگی و مهمی رو در سازمان رخ داده و تصمیم گرفتم که برای خانم مریم یک نامه بنویسم و برای اینکه مطمئن بشم که این نامه به دست خانم مریم میرسه، اونو نامرئی نوشتم و از طریق پستخونه ارسال کردم. در نامه نوشتم: مریم جان، با این انقلاب ایدئولوژیکی که شما به وجود آوردید، خمینی و یاران جنایتکار و فاسدش مات شدند. نمیدونن چی کار کنند. همیشه در روزنامه‌های خودشون به حالت فحش و مسخره برای ازدواج شما مینویسند، ولی مردم انقلابی ما میدونند که خمینی جنایتکار از ترس و وحشتی که در دلش به وجود اومده این چیزها را پخش میکنند تا شاید مردم را از برکت‌های انقلاب شما غافل کنند. سال 64 تصمیم گرفتم که به سازمان بپیوندم. وقتی به منطقه مرزی اومدم، جمع یارانم رو دیدم، افتخار کردم که مجاهدم، که بتونیم با همدیگه رژیم آخوندی رو سرنگون کنیم. آغاز 60 سال تولد سازمان به کانونهای شورشی تبریک میگم و میگم خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.